خیزش دراویش علیه دیکتاتوری ولایت فقیه. هزاران تن از دراویش از صبح روز شنبه 17 اسفند بر طبق قرار قبلی که بر روی سایت ها منتشر شده بود، از شهرهای مختلف به تهران آمدند تا دست به تجمعات اعتراضی در برابر دادسرای تهران بزنند. اما نیروهای سرکوبگر مبادی ورودی تهران، به خصوص خیابانهای اطراف دادسرای ارتجاع که در منطقه بازار تهران قرار دارد را به شدت بستند تا مانع تجمع دراویش شوند. با این همه دراویش در نقاط مختلف به درگیری با گاردهای وحشی خامنه‌ای پرداختند. دراویش با سر دادن شعار لا فتی الا علی لا سیف الا ذوالفقار رو در روی ولایت سفیانی خامنه‌ای در برابر نیروی سرکوبگر انتظامی ایستادگی کردند. دامنه درگیری‌ها که به تیراندازی هوایی و پرتاب گاز اشکاور کشیده شد تا خیابان بهشت در جنوب پارک شهر و خیابان خیام تهران و خیابان‌های اطراف ادامه پیدا کرد. زنان آزاده نیز در این درگیری‌ها نقش برجسته‌ای داشته و حداقل 80 تن از آنان دستگیر شدند. 100 تن از دراویش طی این درگیری‌ها دستگیر شده و روانه زندان شدند. اعتراضات دراویش که همراه با اعتصاب غذای نزدیک به 3000 تن از آنان همراه شده، علیه فشارهایی است که در زندان‌ها به دراویش و وکلای آنان توسط دشخیمان خامنه‌ای وارد می‌شود. اعتصاب غذا حربه‌ای برای رویارویی با دیکتاتور هاست، برای انسان‌هایی که هیچ راه دیگری جز مایه گذاشتن از جانشان باقی نمانده است. 10 درویش گنابادی در زندان‌های اوین، گوهردشت، شیراز و بندرعباس علیه فشارهای ضد انسانی رژیم آخوندی دست به اعتصاب غذا زدند. از نظر رژیم آخوندی جرم دراویش این است که حاضر به ترک اعتقادات خود نیستند. از این رو بارها دست به تخریب حسینیه‌ها، خانقاه‌ها و مراکز تجمع دراویش زده، اما هر بار با مقاومت آنان مواجه شده. رژیم حتی به این اکتفا نکرده و وکیلان دراویش را دستگیر و به زندان انداخته است. روز 23 تیر ماه امسال احکام سنگین زندان به این دراویش داد و از جمله 7.5 سال حبس تعزیری برای مصطفی دانشجو، فرشید یداللهی فارسی، امیر اسلامی، امید بهروزی و افشین کرمپور. احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل، در گزارشی نوشته است حکومت ایران از حدود 1.5 سال پیش تعداد زیادی از دراویش گنابادی و وکلای مدافع آنها را دستگیر کرده و چند حسینیه و محل تجمع آنها تخریب شده است. حرکت بزرگ اعتراضی دراویش تو قلب تهران و پایداری اونا در برابر یورش‌های وحشیانه نیروهای سرکوبگر در شرایطی صورت می‌گیره که خامنه‌ای و رفسنجانی بر سر اونچه که اونو رخنه فرهنگی اسم گذاری کردن به هم هشدار میدن و رو در روی هم قرار گرفتن. آخون روحانی توی تازه ترین اظهاراتش با ابراز یأس و وحشت به خاطر اینکه اقدامات امنیتی و شیوه های پلیسی نتونسته جامعه رو آروم کنه به باندهای رقیب هشدار میده و متقابلا باند خامنه‌ای رفسنجانی رو متهم میکنه که با دامن زدن به جنگ باندی و ایجاد شکاف داره نظام رو با خطری مواجه میکنه که دیگه قابل کنترل نخواهد بود. بنابراین باید درود بفرستیم به دراویش آزاده و مقاومی که با سینه سپر کردن در مقابل باتون و گاز اشکاور و حملات جنایتکاران نشون دادن که این رژیم پوسیده چطوری در برابر پایداری و مشتها و فریادهای مردم ضربه پذیره.